اثر پروانه‌ای یعنی چی؟ شاید شما هم اسم اثر پروانه‌ای و فیلم‌هایی که با این اسم ساخته شده باشه رو دیده باشین. این عبارت یعنی اثر پروانه‌ای مطرح می‌کنه که یک اتفاق خیلی کوچیک مثل بال زدن پروانه‌ای کوچیک توی برزیل می‌تونه اثرات بزرگی مثل به راه انداختن گردباد رو تو تگزاس داشته باشه. البته در کل اثر پروانه‌ای ارتباطی با خود پروانه نداره و صرفاً عنوان می‌کنه که یک تغییر کوچیک توی یک سیستم چطور می‌تونه کل محاسبات رو دگرگون کنه. این ایده از عنوان یک مقاله علمی که مربوط به تقریباً 50 سال پیش اومده و جالبه که ایده اثر پروانه‌ای بیشتر از هر مفهوم دیگه‌ای نظر مردم رو به خودش جلب کرده. مثلا صرف نظر از انواع کتاب‌ها و موسیقی‌ها و عناوینی که مربوط به این موضوعه، در لیست IMDB که اطلاعات فیلم‌های جهان رو در خودش جای داده، فقط 100 عنوان فیلم مختلف و اپیزود تلویزیون یا فیلم کوتاه توش وجود داره که اسم اثر پروانه‌ای تو عنوانشونه. اثر پروانه‌ای به این معناست که یک انتخاب خیلی کوچیک و به ظاهر بی اهمیتی که انجام میدین میتونه عواقب بزرگی توی زندگی داشته باشه. و یکی از مهمترین دلایلی که این ایده مردم رو جذب کرده اینه که اثر پروانه‌ای یک سوال اساسی مطرح میکنه. این که چقدر میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم؟ جواب این سوال رو در انتهای ویدیو میگیریم، چون باید اول علمی که در پشت اثر پروانه‌ای هست رو بررسی کنیم. اگر به اواخر سده 1600 برگردیم، بعد از اینکه اسحاق نیوتن قوانین حرکت و گرانش جهانیش رو ارائه کرد، همه چیز قابل پیش بینی به نظر می رسید. یعنی حالا میتونستیم با این قوانین نیوتن فیزیک و چیزایی که ازش تبعیت می‌کردن و حتی حرکت سیارات و قمرها رو توضیح بدیم و از اون زمان تونستیم ماه گرفتگی‌ها و پیدا شدن دنباله‌دارها رو پیش بینی کنیم. یک فیزیکدان فرانسوی به نام پیر سیمون لاپلاس این موضوع رو توی یک آزمایش معروف خلاصه کرد. اومد یک موجود فوق هوشمند رو تصور کرد و اسمش رو اهریمن لاپلاس گذاشت. تصور کرد که اهریمن لاپلاس همه چیز رو در مورد وضعیت فعلی جهان میدونه. یعنی موقعیت و لحظه تمام ذرات در جهان و اینکه چطور این ذرات با هم تعامل میکنن رو این اهریمن لاپلاس میدونه. اگر این موجود فوق هوشمند به اندازه کافی بزرگ باشه و توانایی داشته باشه که تمام داده ها رو تجزیه و تحلیل کنه، برای این موجود آینده درست مثل گذشته براش روشنه، چون تونسته با توجه به وضعیت فعلی جهان موقعیت ذرات رو ببینه که میشه یک جبرگرای کامل. با توجه به این مثال، این دیدگاه به وجود میاد که آینده از قبل ثابت شده است و ما فقط باید منتظر بمونیم تا این آینده خودش رو به ما نشون بده یا برامون اتفاق بیفته. اگرچه در این رابطه ما اصل عدم قطعیت هایزنبرگ رو تو مکانیک کوانتومی داریم که در مقیاس اتم هیچ چیز رو قطعی و قابل پیش بینی نمیدونه، اما در گفته لاپلاس در مقیاس بزرگ مثل انسان، سیارات، سقوط اجسام یا چیزی مثل آونگ‌ها صحبت می‌کنیم. یک آونگ رو در نظر بگیرید. اگر نمودارهای مکان زمان یا سرعت زمان رو برای یک آونگ رسم کنیم، به راحتی میتونیم حرکت بعدیش رو و همچنین نقطه توقفش رو پیش بینی کنیم. حتی با این نمودارها میتونیم سرعت و اینکه چه زمانی توقف میکنه رو هم بدونیم، چون این اطلاعات رو داریم که آونگ به واسطه استکاک هر بار آهسته تر حرکت میکنه و حرکت نهایی آونگ ایستادن توی یک نقطه است. خب اگر آونگ رو از فاصله ها و جهت های مختلف هم رها کنیم، باز همین عوامل قابل پیش بینی هن. بنابراین کل حرکت یک آونگ با استفاده از قوانین نیوتونی به خوبی درک میشه. اما خود نیوتن به یک موضوعی پی برد و دید یک اتفاق به راحتی در برابر معادلاتش قرار می گرفتن و قابل پیش بینی نبود. این موضوع اتفاقی بود که به مسئله سه جسم نیوتن معروفه. خب اول دو جسم مثل زمین و خورشید رو در نظر بگیرین. محاسبه حرکت و پیش بینی برای این دوتا ساده است. حالا جسم سومی مثل ماه رو هم بیاین بهش اضافه کنین. به نظر میرسه اتفاق خاصی نمیفته و بر اساس علم فیزیک میتونیم موقعیت و سرعت بعدی هر کدوم از این سه جسم رو پیش بینی کنیم. اما در واقعیت ظاهرا کسی نمیتونه این کارو انجام بده.
حتی برای نیوتن هم محاسبه معادله حرکت بعدی هر سه جسم غیر ممکن بود. این اشکال توی معادلش بعداً با نام نظریه آشوب یا کیوس تئوری شناخته شد. نظریه آشوب زمانی مورد توجه قرار گرفت که در دهه 1960 یک متخصص هواشناسی به نام ادوارد لورنز سعی کرد یک شبیه سازی کامپیوتری از اتمسفر زمین و آب و هوا انجام بده. لورنز 12 معادله و 12 متغیر داشت. متغیرهایی مثل دما، فشار، رطوبت و این چیزا. کامپیوتر هر مرحله زمانی رو به صورت ردیفی از 12 عدد چاپ می‌کرد تا نشون بده متغیرهای این شبیه سازی چطور در هر مرحله تکامل پیدا می‌کنن و پیشبینی از این آب و هوا به چه شکل خودش رو نشون میده. اما توی محاسبات لورنز یک اتفاق عجیب افتاد. لورنز اومد یک اجرا رو دوباره انجام بده تا از صحتش مطمئن بشه. اما به خاطر اینکه کارش سریع‌تر پیش بره، اعداد رو از نیمه محاسبات قبلی وارد کرد. یعنی اگر مثلا در محاسبه قبلی 50 ردیف کامپیوتر پیش بینی کرده بود و اینجا لورنز می‌خواست دوباره محاسبات رو انجام بده، اومد به جای وارد کردن اعداد از ابتدا و دقیق، از چند ردیف جلوتر اعداد رو نوشت تا کامپیوتر ادامه بده. وقتی برگشت و نتیجه ها رو دید شگفت زده شد، چون محاسبات جدید تا چند ردیف تقریبا مشابه محاسبات قبلی پیش می رفت، اما یک باره اعداد وضعیت کاملا متفاوتی رو نشون می دادن و پیشبینی آب و هوا خیلی با محاسبه قبلی فرق کرد. لورنز اول فکر کرد که اشتباه کامپیوتری اتفاق افتاده. اومد معادلاتش رو ساده تر کرد و به 3 معادله و 3 متغیر کاهشش داد. اما دوباره همین اتفاق افتاد. وقتی اعداد رو به مقدار بسیار کم تغییر میداد، یعنی مثلا اگر قبلا تا چند رقم اعشار بود، حالا فقط کردش 3 رقم اعشار. اما باز هم نتیجه خیلی فرق میکرد. چیزی که سیستم لورنز نشون داد از مشخصات همون نظریه آشوبه. از اونجایی که لورنز با 3 متغیر کار میکرد، میتونیم مدل 3 بعدی از محاسباتش رو رسم کنیم. در هر بار حرکت یکی از متغیرها به جای برگشتن به جای خودش با یک اختلاف خیلی کم از مسیر دیگه ی حرکت میکنه. به همین دلیل به جای یک خط دایره ای شکل از محاسبات که هر بار تکرار میشن، یک شکل پیچیده داریم. در اصل سیستم ما هیچ وقت دوباره همون حالت دقیق اولیه رو پیشبینی نمیکنه. تا اینجا باید یک نکته رو در نظر بگیرین که در مورد توضیحات قبلیه. ما میگیم اگر شما 3 متغیر وارد کنید و یک جوابی بگیرین، اگر برای بار دوم دقیقاً همون 3 متغیر رو وارد کنین، جوابتون هم دقیقاً همون جواب اوله. ولی طبق نظریه آشوب، اگر شما یکی از متغیرها رو حتی به میزان خیلی کوچیکی تغییر بدین، باعث ایجاد هرج و مرج تو محاسبات میشه و جواب نهایی هم کاملا متفاوت رقم میخوره و حتی ممکنه نزدیک به جواب اولم نباشه. با این تفاسیر از اونجایی که در عمل هیچ وقت نمیتونیم شرایط اولیه هر عامل رو با دقت کامل بدونیم، نتایجی که میگیریم همیشه متفاوت از پیشبینی های ماست. مثلا در مورد پیشبینی آب و هوا که بیشتر از یک هفته رو محاسبه میکنن، به دلیل ندونستن شرایط دقیق مرحله اول هیچ وقت پیشبینی دقیقی صورت نمیگیره. به همین دلیل هواشناسان پیشبینی های مجموعه ای انجام میدن و شرایط اولیه و پارامترهای مدل رو برای ایجاد مجموعه ای از پیشبینی ها تغییر میدن. در یک آزمایش ساده، اگه 2 آونگ متصل به هم رو با شرایط اولیه یکسان از یک نقطه رها کنین، به دلیل نظریه آشوب هیچ وقت در آزمایش دوباره نمیتونین حرکت یکسان رو مشاهده کنین، چون دقیقاً شرایطی مثل نقطه دقیق اولیه، استکاک، باد و خیلی چیزای دیگه یکسان نیستن. حتی منظومه خورشیدی ما هم قابل پیشبینی نیست. مطالعه‌ای که منظومه شمسی رو برای 100 میلیون سال آینده شبیه سازی میکنه نشون میده که رفتار منظومه به طور کلی در زمان حدود 4 میلیون سال بعد به آشوب میرسه و از اونجا به بعد همه چیز تغییر میکنه. مثلا در 10 یا 15 میلیون سال بعد برخی سیارات یا قمرها ممکنه با هم برخورد کنن یا به طور کامل از مدار خورشید و منظومه به بیرون پرتاب بشن. تمام سیستم هایی که به عنوان مدل شبیه سازی در نظر میگیریم
حتی در مقیاس‌های زمانی متوسط هم با این روش غیر قابل پیش‌بینی‌اند. پس حالا برمیگردیم به سوال اولمون، اینکه چقدر میتونیم آینده رو پیش‌بینی کنیم؟ خب، طبق نظریه آشوب و اثر پروانه‌ای، شاید حرکت کوچیکی که امروز انجام دادیم روی جهان به شکلی تأثیر بذاره که اونقدر آینده متفاوت رقم بخوره که اصلاً پیش‌بینی نمی‌کردیم. نظر شما در مورد اثر پروانه‌ای چیه؟ امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.